مهمان این برنامه دکتر اسماعیل خویی، شاعر و اندیشه پرداز شعر معاصر. آقای دکتر خویی، با تشکر از حضورتون در این برنامه متاسفانه کوتاه، بفرمایید که تجربتون از دیدار اعضای ستاد انقلاب فرهنگی چه بوده است؟ درود بر شما دوست عزیز من، و هنگام خوش میگم به همه هممیهنان و همزبانانم هم در هر جای جهان که هستند، به ویژه البته در ایران. من با اعضای ستاد انقلاب فرهنگی دیداری نداشتم جز با یکیشون، و اون هم پیش از آن که انقلاب به اصطلاح انقلاب دست به کار بشه، دست به کار تخریب دانشگاه‌ها و فرهنگ ایران به طور کلی به نام بازسازی و پاکسازی اسلامی. ایشون چند هفته بود که در دانشگاه‌ها بحث این بود که میخوان دانشگاه‌ها رو پاکسازی کنند و بازسازی کنند، و اگر درست یادم بیاد هنوز سخنی از تعطیل دانشگاه‌ها در میان نبود، یا من الان یادم نیست. باری به هر حال چون چنین بود، استادان دانشگاه تربیت معلم که من یکی از اعضای کادر تدریسیش بودم، به من نمایندگی دادند که با یکی از نمایندگان انقلاب فرهنگی که قراره بیاد با ما سخن بگوید، سخن بگویم از به نمایندگی از این استادان. و من برای آن که شاهدی نیز داشته باشم و با آنچه میگوییم و میشنویم بعدها در حقیقت سندیتی تاریخی هم پیدا بکنه، دو تا از یاران و همکاران خودم، آقایان دکتر موحد، صمد موحد و دکتر نقیب‌زاده رو، عبدالحسین نقیب‌زاده رو با خودم بردم. خب نشستیم، از آن سو آقای دکتر سروش اومده بودن و یک کسی که خودش حاج آقا، یعنی آقای سروش، ایشون رو حاج آقا معرفی کردن. در سر تا سر این گفتگو که بیش از یه ربعی گمان نمی کنم طول کشیده باشه، روی سخن من با دکتر سروش بود، اما ایشون در طول این هفته جلسه حتی یک کلمه نیز به زبان نیاورد، فقط با چهره سرخ شده اندکی که نمیدونم از شرم بود یا از اینکه تند راه رفته بودند، و با لبخندی کم رنگ به من نگاه میکرد. من با او سخن میگفتم، حاج آقا جواب میداد. مهمترین سخنی که در اون گفتگو من با ایشون گفتم این بود که آقای دکتر، برخی از اصول دموکراسی و برخی از اصول دانشگاهی و فرهنگی هست که در سراسر جهان آزموده شده و پذیرفته شده و دیگه کسی در این زمینه‌ها بگو مگو نمی‌کنه. یکی از اون اصول اصل استقلال دانشگاه هاست از دولت. دولت حق نباید داشته باشه، حکومت به طور کلی حق نباید داشته باشه که در مسیر دانشگاه ها، در برنامه دانشگاه ها، در گزینش استادان و حتی در گزینش رئیس دانشگاه کاری داشته باشه، دخالتی داشته باشه. چرا که هر ثابت شده است، روشن شده به کرات در کشورهای گوناگون که هر گونه دخالت دولت در کار دانشگاه در حقیقت به سنگ اندازی در راه پیشرفت آزاد علم و گسترش بنیادهای آموزش پرورش در کشور بوده است. آقای دکتر سروش همون لبخندشون بلده بود و سخنی نفرمودند، ولی اون حاج آقا گفت که آقا این حرفا چیه میگی؟ مملکت مملکت اسلام است، مملکت صاحب زمان است. در یک مملکت اسلامی مگه میشه یه نهادی داشته باشیم که از حاکمیت اسلامی مستقل باشه؟ مگر دانشگاه ها جز این مملکت نیستند؟ مگر جز گستره باجش نبود؟ مگر جز قلمرو حاکمیت اسلام نیستند؟ خب البته که اونم زیر نظر حاکمیت اسلام باید باشند. آخرین حرفی که بله بفرمایید، شما در دانشگاه تربیت معلم بودید و اخراج شدید، حکم اخراجتون بله. چگونه به شما دادن؟ من بالا برنامه‌ای که برای دانشجویان درست کرده بودن که البته این بود که فقط اخراج بشند در
با بررسی پرونده های تک تکشون، اما برای استادان دانشگاه ها در آغاز یه برنامه‌ای ریختن که عبارت بود از اینکه هر کدوم از ما قرار بود میبایست یک پروژه پژوهشی برای خودمون برمیگزیدیم، مثلا ترجمه کردن یک کتاب یا نوشتن یک کتاب، و هر ماه پیشرفت کار رو به دانشگاه گزارش میدادیم و حقوقمون رو میگرفتیم. من یکی دو سه ماه این کار رو ادامه دادم، بعدن خوردیم به اعدام سعید جان سلطانپور که در همان روز اعدام او من به ناگزیر و به سفارش یاران و دوستانم از خانه به بیخانگی رفتم به گفته بودا و دیگه هم به او خونه باز نگشتم. یکی دو ماه پس از اون، یا در طول یکی دو ماه پس از اون، چندین بار پیغام رسید به من که اگر میخوای حقوقت رو بگیری باید بیای به دانشگاه. و ماه سوم پس از پنهان شدن من بود که دو بار اخراجیه خود را دریافت کردم و به من گفتن که من نخستین کسی هستم، نخستین دانشیار دانشگاه تربیت معلم هستم که اخراج می شود و حکم اخراجشم نمی دونم به چه دلیل دو بار صادر شده بود. بسیار خوب. دیگر دیداری نداشتید با بقیه اعضای ستاد؟ به هیچ روی. آقای دکتر خویی، 27 آذر 61 روز بازگشایی دانشگاه ها وقتی میخواست باز بشه اسمش گذاشتن روز وحدت حوزه و دانشگاه. چقدر انقلاب فرهنگی به این هدف رسید؟ والا حوزه و دانشگاه در حقیقت نماد و نمودی هستند از همون دیکوتومی معروف تخصص یا ایمان، و متاسفانه از آنجا که نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، از آنجا که ایمان بر بنیاد اصولی است اثبات ناپذیر و باید فقط اونها رو پذیرفت کورکورانه، اما تخصص بر بنیاد علم است همه و اصولی که تک تکشون تجربه شدن و اثبات منطقی شدند، این است که متخصص اهل منطق و تجربه و پیشرفت است. مؤمن سر جای خودش ایستاده است، کوچکترین تکونی به خود به اندیشه خودش بده به شک میفته و ایمانش در حقیقت متزلزل میشه. اینه که البته شما حضرت امام خمینی میتونن بفرمایند که ما تخصص لازم نداریم، ایمان لازم برای ما، و خیال کنند که کم کم به تدریج مؤمنان خودشون رو متخصص نیز خواهند کرد، اما یا این کار صورت نمیگیره، یعنی مؤمنین متخصص نمیشوند، یا هر کدوم از اینا که به تخصصی دست مییابند به اعتبار همین گشودگی فضای تخصص، فضای تنفسی در علم، صنعت و تکنولوژی به ناگزیر از ایمانشون اندک اندک کاسته میشه. این است که برنامه‌ای که فرمان فرمای آخوندی برای یگانه کردن فیضیه و دانشگاه ترتیب داده بود از پیش محکوم به شکست بود. در این زمینه اگر روزی پیروزی در کار باشه، آن بیگمان با دانشگاه خواهد بود. بیگمان تخصص است که بر ایمان غلبه میکنه. ولی الان که نتیجه شکست رو باید چگونه دید آقای خویی؟ دو دقیقه فرصت داریم. الان در حقیقت پیروزی های فرهنگی یا ضد فرهنگی که جمهوری اسلامی به دست آورده است برایند مستقیم سلطه زور، دروغ و تزویر و آدم کشیه، هیچ دلیل دیگری نداره. ببینید اول قرار برنامه رو با بازسازی و پاکسازی اسلامی دانشگاه ها آغاز کردند، ولی به تدریج این برنامه گسترش یافت، دبیرستان ها رو در بر گرفت، آنگاه در حقیقت دبستان ها رو در بر گرفت، اکنون پیش از کودکستان ها رو هم در بر گرفته و در حقیقت نوزادان ما، نوباوگان ما رو از همون آغاز
به شستشوی اسلامی میسپرند. و در این زمینه یکی از دوستان یه نکته بسیار جالبی یه دفعه گفت که بد نیست براتون بگم. گفت که میدونی که جمهوری اسلامی سفارش 10,000 مینی ماینر داده. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه میخوان یه گشت علی اصغر درست کنن، یعنی که در حقیقت کوشش کنن که رفتارهای نوزادان و کودکان و نوباوگان ما رو هم از همون آغاز اسلامی بکنن. خب این کار چون زیر سلطه زور است داره پیش میره به خیال خودشون. یا مثلا آقای خامنه ای آمده میگه که اصلا علوم انسانی از دانشگاه باید حذف بشه برای که اینها به درست هم میگه اینها باعث شک و تردید میشوند در بنیادهای ایمان. کاملا حق با ایشون است و به خیال خودش با یک فرمان امامانه میتونه علوم انسانی پدید بیاره برای دانش برای تدریس در دانشگاه ها. خب این کار البته که ناممکنه، به دانشگاه ضربه میخوره اما به علوم انسانی ضربه نمیخوره، به دلیل اینکه همین دانشجویان به هر حال بنظیر کافی سواد فارسی و انگلیسی و دیگر زبانها رو دارند که کتابهای علوم انسانی رو بیرون از دانشگاه ها بخونند. فعلا از آنجا که همه چیز زیر فشار زوره و از آنجا که مثل یک فرمان فرمای آخوندی مثل یک بختک روی همه چیز افتاده، البته که از دور که نگاه میکنیم میبینیم که انگار داره در برخی از زمینه ها کارهاش انجام میشه، انگار در برخی زمینه ها مثل روز روشنی که داره انجام میشه. یعنی بسیاری از دانشجویان ما رو اخراج کردن، بسیاری از استادان ما رو تبعید کردن یا فراری کردن یا به زندان انداختن یا کشتن، برنامه های دانشگاهی رو همه رو دگرگون کردند، تاریخ رو بازنویسی کردند و در سطح دبستان ها و دبیرستان ها کتاب ها رو بازنویسی کردند، همه چیز رو به خیال خودشون اسلامی کردند. ولی در این میان آن چیزی که اسلامی نمی شود یا مارکسیست نمی شود یا مسیحی نمی شود یا هیچ ایدئولوژی و دین ویژه‌ای رو نمی پذیره، اون خرد تاریخی انسان است که در البته که در ایران نیست همچنان در کار است. به این ترتیب است که ما در ایران دو تا فرهنگ الان داریم، یکی فرهنگی که بیرون از خانه هاست زیر سلطه آخوند، دیگری فرهنگ خانواده است و این دو در تضاد جانانه ای با هم دیگه در جنگند و پیروزی پیشاپیش معلوم است که با کدام فرهنگ خواهد بود. ممنونم دکتر اسماعیل خویی از لندن، سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید. درود بر شما.